طرح مباحث نجات پرستی یهودیان یا سایر فرقه های دینی و گروه های اجتماعی چه ارتباطی به امت واحده دارد؟ به نظر می رسد این سوال از دغدغه های خاطر شما بینندگان گرامی برنامه امت واحده باشد که بسیار بجا و مناسب است. اما پیش از طرح مستدل و مبسوط این موضوع باید عرض کنم که امت واحده جهانی است. اگرچند که ممکن است بعضی از فرقه های دینی و مذهبی دین اسلام را نپذیرند، اما دامن اسلام آنچنان وسیع و گسترده است که بر اساس آیات الهی و احادیث نبوی و نیز منشور مدینه که توسط رسول گرامی اسلام وضع شد، حقوق مدنی همه کسانی که در جامعه اسلامی به سر میبرند در آن تأمین شده است و حقوق برابر با مسلمانان دارند. از این رو همه شهروندان آن، اعم از یهودی، نصرانی و دیگر فرق، جزء امت واحده هستند که انشاءالله به موقع به آن خواهیم پرداخت. اما در بحث این هفته، به ادامه بحث نجات پرستی یهود، ویژگی های این قوم و ریشه های انحراف یهودیان از بستر و مسیر دینی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخستین پرسش این است که آیا یهودیان، ایمان و اعتقاد به خداوند داشتند و دارند؟ یهود ده هغه قوم ده چې د موسی علیه السلام قوم چې د 1240 قبل الميلاد څخه په مصر کې منستر راغلی دي، او د هغه زمانه نه الله رب العزت دوی ته ډیر انبیار علی گلی دي نسبتا نور قومونو ته. په اختلاف د روایتو 40,000 انبیا یوازې یهودو ته راغلی دي، خو ځکه دا هغه یو باغی او سرکشه قوم و چې الله رب العزت انبیا ورته ډیر رالیږله، سره د دې نه بیا هم دوی د الله په دین او د الله په وحدانیت باندې یقین او باور نه درلوده. بار بار به انبیا ورته راتله او په شهادت یې رسولی دي، او د هغوی نه یې بغاوت کړی دی، د هغوی نه یې سرکشي کړی ده، د خپل نبی خبره به یې نه منله، تر دې چې موسی علیه السلام هم ورته راغی. موسی علیه السلام دغه قوم ته تقریبا ډیره زمانه دعوت او تبلیغ وک، نو سره د دعوت او تبلیغ نه معجزات ته وغوښتله. هغه معجزات تسعه چې قرآن عظیم شان ورته بار بار اشاریت کړی دي، او هر معجزه به چې کله دوی ته موسی علیه السلام ورښکاره کړه، نو دوی به ویل چې آمنا، موږ ایمان لرو. خو کومه لحظه به چې بیا هغه معجزه، هغه عذاب، هغه آفت به د دوی څخه لرې شه، بیا به ویل چې موږ ایمان په تا باندې نه لرو، بیرته به په خپل هغه لار باندې روانو. نو دا یو مکار او فریبکار یو چلی قوم دی، نو تر نن زمانې پورې د دوی هغه مکارت او فریبونه په جامعه کې او په ټوله اسلامي نړۍ باندې راچرخیي، او غواړي چې مسلمانان د خپل ماتحت او د خپل تاثیر لاندې راولي، او همیشه د دوی ظلمونه د هغې وخت نه تر نن ورځې پورې د دوی ظلمونه شروع دي. او دغه یهود، دغه نصارا، دا دواړه قومونه د دوی سرپرستی خپل غربیان کوي، نو دغه غربیان کوشش کوي په دې باندې چې خپل واکداري او خپل حاکمیت په ټوله نړۍ باندې قائم ولري، او په بار بار په مسلمانانو باندې تجاوزونه او زیاتۍ او ظلمونه په هر ځای او په هر مکان کې دوی شروع کړي دي. قرآن کریم اشاره داره به این که یهودی ها ملتزم نبودن به آنچه که باور داشتن. در حقیقت یعنی به ظاهر ادعای باور میکردن، ادعای ایمان میکردن، اما در عمل مؤمن نبودن به آنچه که باید ایمان میداشتن. مثلا یک آیه هست در قرآن کریم که لحنش هم خیلی شدیده، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. این آیه خیلی طولانی است، ولی ما فقط همه بخشی که مورد توجه ما و شما هست او رو میخوایم اشاره کنیم. میگه لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، مورد لعنت قرار گرفته است کسانی که از بنی اسرائیل کفر ورزیدن و حقایق را پوش کردن، حقایق را پنهان کردن. به لسان کی مورد لعنت قرار گرفتن؟ به لسان داوود و عیسی ابن مریم. بعد این آیه طولانی است که من دیگه اون موارد را یادآوری نمیکنم. در آخرش میگه ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا. اگر بنی اسرائیل ایمان میداشتن به خدا
یا به پیغمبر خدا یا به اون چیزی که بر اونها نازل شدن، یعنی به همون تورات، محتویات تورات. اگر اینا واقعا ایمان می داشتن متخذوهم اولیا، دیگه به اصطلاح بت را، مظاهر شرک و نفاق را اولیای خودشون قرار نمی دادن. از اینکه اینا آمدن به این چیزا، به بت، به اصطلاح بعدن عرض میکنیم که به نجات پرستی یا به اصطلاح مشکلات های از این قبیل رو آوردن، ما قرآن میگه که ما از اینجا استنباط میکنیم که اینا ایمان به خدا نداشتن، ایمان به اصطلاح پیغمبرا نداشتن، ایمانی هم به اون محتوای تورات نداشتن، فقط ادعا بودن. یعنی در جواب سوال شما میخوایم عرض کنم که واقعا این آیه برای ما اظهار میکنه، اشاره میکنه که یهودی ها ایمان واقعی نداشتن به آنچه که به زبان میگفتن. به زبان خود مؤمن میخواندن، اما در عمل قرآن میگه اونا هیچ نوع ایمانی نداشتن، نه به خدا ایمان داشتن، نه به پیغمبر ایمان داشتن و نه به محتویات تورات ایمان داشتن. یک بخش عمده از داستان اقوام پیشین که در قرآن بیان شده، سرنوشت بنی اسرائیل یا همان قوم یهود است. خصوصیات و ویژگی های ذاتی و روانی این قوم بر اساس آیات قرآن کریم عمیقاً درس‌آموز و مایه عبرت است. این خصوصیات امروزه هم اگر به درستی مورد شناسایی قرار نگیرد و برای آن تدابیر سنجیده نشود، روزگار مسلمانان و جوامع اسلامی توسط یهودیان زمانه ما تیره و تار خواهد شد. همچنان که اکنون غرب آسیا به خصوص گرفتار آن هستند. نخستین ویژگی این قوم بر اساس گفته های کارشناسان و آیات الهی این بود که اعتقاد به خداوند نداشتند و بسیاری از دستورات پیامبر وقت را به تمسخر و استهزا می گرفتند. طبعاً وقتی فرد یا مجموعه اعتقاد به خداوند نداشته باشند، از فرامین و دستورات پیامبر اون سرپیچی می کنند. خب از مواردی که اینا در برابر پیامبران به اصطلاح تعهد نداشتن، پیمان میبستن و پیمانشون را میشکستن و حرف پیامبران را در عمل ازش اطاعت نمیکرد، یکی همون پیمانی که به اصطلاح در کوه طور با پیامبر بستند که در سوره مبارکه بقره آیه 83 تا 85 این داستان آمده و اینها با اون پیمانشون چیز نبودن، یعنی ملتزم نبودن، استاد نشدن، بنابراین مخالفت کردن با پیامبرانشون، از پیامبرانشون اطاعت نکردن. دوم در داستانی هستن که بنی اسرائیل با اینکه با حضرت موسی علیه السلام پیمان بسته بودن که هر زمانی که ضرورت شوه حضرت موسی علیه السلام را یاری کنه در برابر دشمنان، در مبارزاتش با حضرت موسی کمک و همکاری کنه، ولی شرایطی فرا رسید که حضرت موسی علیه السلام از اینها درخواست همکاری کردند، درخواست یاری کردند که در برابر دشمنان از حضرت موسی حمایت کنه. اما اینا حرف اینا در برابر حضرت موسی ای بود که تو با خدایت برو به اصطلاح با این دشمنانی که داری بجنگ، اما ما اینجا می نشینیم و نظاره می کنیم که تو مثلا چگونه در این جنگ کامیاب و رستگار میشی. خب این یعنی این که این جماعت هیچگاه به آنچه که قول می دادن، به آنچه که از پیغمبر می شنیدن، حتی با تعهداتی که با پیغمبر و پیمانهایی که با پیغمبر خودشون که حضرت موسی علیه السلام بود می بستن، عملا با اون تعهدات و اون پیمان ها چیز نبودن، ملتزم نبودن و لذا مخالفت میکردن و چی بسا پیغمبر را به سخریه میگرفتن و در برابر اونها استاد میشد. موسی علیه السلام چه کل دوی تراغه نو دای ورتویل چه الله رب العزت افته پور از دستاسی نه هغه کار منه کړی دی، دا مه کړی، نو دوی هیلې او بانې جوړې کړې. هغه د شنبې ورځ یا د خالي ورځ
نو دوی غوښتل چې د موسی علیه السلام په هغه خبره باندې دوی تدابیر جوړ کړي او فریبونه جوړ کړي. نو بیا به د شنبه په ورځ باندې چې قرآن عظیم شان د دې هم تعبیر کړی دی، نو بیا به یې ښکار په داسې شکل باندې که د مایانو ښکار چې ډنډونه به یې جوړ کړه هغه به یې راتاو کړه، او بیا به د یک شنبه په ورځ یا د دوشنبه په ورځ باندې هغه راایستله. نو دا یو پوره یو شکل بغاوت و. نو چې کله د داود علیه السلام دغه قوم چې د موسی علیه السلام متبعین و، نو څلور زره کورونه و، دغه څلور زره کورونه چې د ټولو دغه بغاوت شروع کړه او ناروایه شروع کړه، نو الله رب العزت قرآن عظیم شان کې بیا دوی ته خطاب وکون و قرت و خنازیر خطاب وکړه چې څه شادوګان شو څه خینزیران شو، تر درې ورځو پورې دغه قوم ژوندی و، او بیا الله رب العزت ټول حلاک کړه او په بد شکله باندې منسوخ وګرځوه. از دیگر ویژگی های بنی اسرائیل عدم پایبندی به تعهدات اجتماعی است. این گروه بر سر قول و قرارشان نیستند و در مواردی که منافعشان ایجاب کند بسیار به آسانی پیمانها و تعهداتشان در برابر سایر ملتها و جوامع انسانی را زیر پا می کنند. چون این پیمان شکنی ها در تاریخ این قوم سابقه طولانی دارد. از جمله در کوه طور از آنان پیمان گرفته شد که به تورات عمل کنند و نیز از این قوم تعهد گرفته شد که به پیامبر اسلام ایمان بیاورند، اما به هیچ کدام وفا ننموده و عمل نکردند. مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې دا یو مکار قوم ده، تعهد خو د دوی لپاره سی یو عادي شی ښکاره کېده او دې ته هیڅ کوم ارزش نه ورکاو، ځکه بار بار به موسی علیه السلام سره وعدې وکړه چې موسی علیه السلام د زموږ نه د دغه عذاب د پروردګار په واسطه باندې لرې کړه، الله نه وغواړه چې زموږ باندې دا کوم شادوګانې مقرر شوي دي یا کوم سپږې او کوم نور حیوانات په موږ باندې مقرر شوي دي رانه لرې کړي. حتی کویتور راوچه چې د دوی په سر باندې ودرېده، نو بیا یې موسی علیه السلام ته فریاد وکړه چې موسی علیه السلام دغه زموږ نه لرې کړه، نو موږ به ایمان راوړو. نو ګوره هلته به یې وعدې وکړې، نو سره د دې وعدې نه چې هغه عذاب به دوی په سترګو ولیده ورته ښکاره به شو، بیا به یې وعده ماتوله. نو دا خپله د منافقت یوه نښه ده زموږ په اسلام کې، چې کوم انسان په خپله وعده باندې وفا نه کوي دا د منافقت یوه نښه ده. او په دا خو بیا د دوی نه ګیلم نه و، ځکه یهود او دوی لوی کفر کې اخته و، بیا د الله رب العزت په قوانینو خو دوی بیخي اعتماد نه کاوه. این حالت در طول تاریخ زندگی یهود یکی از بارزترین صفات یهود را تشکیل میدن که اینا هیچگاه روی اون تعهد و پیمانشون استاد نشدن. فقط با توجه به اون سه چهار تا نکته مهمی که بعداً اشاره میکنیم، اون سه چهار تا عوارض مهمی که اصلا رازی دشمنی اینها با ادیان دیگر با مسلمانان در مجموع با اسلام تشکیل میدن، اونجا بحث خواهیم کرد که اینا به چی دلایل به اسلام می آمدن، با اسلام در تقابل قرار می گرفتن، چی چیز اینها را اسلام به عنوان مثال به مخاطره می انداخت تا اینا بیاین با اونا مبارزه کنه و اونا را نپذیره. احساس برتری‌جویی نژادی از دیگر ویژگی‌های قوم یهود است. این قوم خود را گل سرسبد هستی دانسته، به این باور است که دیگران برای خدمت به آنها آفریده شدند. یهودیان ابتذال و برتری‌جویی را به بالاترین حد خود رسانیده معتقدند که خداوند العیاذ بالله دارای جسم است، زاد و ولد می کند و یهودیان فرزندان او و محبان و دوستان آن خالق یگانه و به همتا هستند و نیز معتقدند که حتی بهشت اختصاصاً برای آنان خلق شده است. نجات پرستی در یهود به عنوان یکی از قوی ترین عامل که قد بروز اندام می کنه حضور داره. خب از مهمترین تعالیمی یهود هم که بر همه تعالیم دیگهش میچربه بحث نجات پرستی. خب آیین موسی توسط بنی اسرائیل اصلا محصور شده به همین چی؟ یهودی ها. ما و شما یهودیت رو میدانیم که دینی که مربوط به حضرت موسی میشه اختصاص پیدا کرده فقط به کی؟ به بنی اسرائیل و به یهودی ها. به همین دلیله که اینا نه تبلیغ داره، اینا نه دعوت داره و اینا به هیچ عنوان افراد دیگر را که خارج از دین یهودیت باشد در داخل دین خودش را نمیدن. دلیلش اینه که اینا
فقط اونمو نژاد خودش را میخواین و او را نژاد دی برتر میدانه و به برتری زو هم چیه معتقده و برای تسلط او هم بر دنیا تلاش میکنه. خودخواهی ها و برتری جویی های قوم یهود موجب شده که این گروه به هیچ تعهد از تعهدات جوامع و ملل دنیا پایبند نباشند، در حالی که وفاداری به تعهدات و پیمان های اجتماعی از مهمترین دستورات ادیان آسمانی است و از جمله اسلام با تعابیر همچون اوف بالعقود تأکید کرده که مسلمانان باید به تعهدات اجتماعی خود پایبند باشند. اما یهودیان از جمله اقوام تاریخ است که پیمان شکنی و زیر پا کردن تعهدات اجتماعی از ویژگی های شاخص این طایفه به شمار می آید. ده دوی لوی عمده مشکل خو په اوسنۍ زمانه کې او د هغې زمانې نه تر دې دمه پورې چې تعهد بالخصوص هغه اسلامي نړۍ سره، بین الملل سره، نورو اسلامي ممالکو سره دوی کومې وعدې وکړې چې د زموږ د خوانه به بیا په مسلمانانو باندې ظلم او ستم قرار نه نیسي، خو اوس اینو چې د بین الملل د قوانینو هم دوی سرغړونه کړې ده. هلته غزه کې وګوره څومره اولس او څومره مسلمانان دوی په شهادت باندې ورسوله. دلته په افغانستان کې دوی چې کله لاسونه را اوږده کړل څومره مظلوم خلک په شهادت باندې ورسوله. نور هلته چچنیا کې په اکثره ممالکو چې د دوی کم ځای کې لاسرسی دی او هلته د دوی ګوتې او چنګالې ور اوږدې شوي دي، دوی په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي. د دوی لوی علت او لامل یو د عقایدو د تفکراتو د یهودو څخه دا دی چې دوی وایي الله رب العزت چې موږ پیدا کړي یو، موږ یوازې پیدا کړي یو، نو یوازینی صفت دوی د خپل ځان دپاره اختیاروي او چې جنت ته وایي داخلیږي هغه به یهود وي. نو دغه وخت کې دغه نور انسانان چې الله وایي پیدا کړي دا د زموږ د خدماتو دپاره پیدا کړي دي، دا د زموږ په اطاعت کې دي، د زموږ د خدمت او زموږ د ګټې دپاره پیدا کړي. که په دوی باندې کوم ظلم کړو یا څومره زیادت پرې کړو موږ ته وایي په دې کې هېڅ کومه ګناه نشته ده، او چې جنت ته وایي داخلیږي هغه به یا یهودي یا به نصراني، لکه قرآن عظیم الشان هم د دې تعبیر کړی دی. نو په دغه اساس باندې دوی همیشه د وعدې خلاف کوي. مسلمانانو وژنه، د مسلمانانو قتل عام، دا دوی د ځان لپاره ثواب ګڼي، عوض دا چې ظلم او وحشت، دې ته ظلم وحشت دوی هېڅکله وایي نه، نو دا په ثواب په نیت باندې. حتی د دوی هغه فاپان، د دوی هغه مشران، د دوی هغه علما، هغه معتقدین اشخاص د دوی ته په دې موضوع باندې عقیده ورکوي په داسې شکل باندې چې تاسې مسلمانان ووژنې په دې کې ستاسې لپاره ثواب دی، بلکې ګناه نشته ده. نو په دغه شکل باندې دوی عقیدتاً د عمل سرته رسوي. یهودی ها ادعا میکردن که به خدا باور دارن، ادعا میکردن که به آخرت باور دارن، اما در حقیقت چون این ادعاها قلبی نبود، چون این باورها عمیق نبود، براحتی میتوانستن از این شاخه به اون شاخه بپرن، بر اساس منافع روزشون حرکاتشون را تنظیم کنه. ولذاست که هر مجموعه ای که ایمان قوی با اون باورهایی که در دینش هست نداشته باشه، سرانجامش همین چیه؟ همین پیمان شکنی است. یعنی هیچ تعهدی عملی و ذهنی و قلبی نمیتونه با او داشته باشه. ما زمانی نسبت به یک به اصطلاح آموزه، نسبت به خدا به عنوان مثال، به عنوان خالق هستی، زمانی به اصطلاح در برابر او تسلیمیم، از فرمان او اطاعت میکنیم که خدا را در زندگی خود واقعا و عملا باور کرده باشیم و لحظه به لحظه او را در زندگی خود احساس کنیم. اما یهودی ها چون این باورشون باور عمیق نبود، بنابراین عهد شکنی در برابر پیغمبرشون که پیغمبر همون خدا بود کار آسانی بود، یعنی هیچ تعهدی التزام برای اونها ایجاد نمیکرد. امروزه نظریه قرارداد اجتماعی یک امر پسندیده و قابل قبول برای جوامع بشری است. این قرارداد در حقیقت عبور از وضع طبیعی است، وضعی که توده های انسانی پیش از تأسیس دولت داشتند و قانون طبیعی یا به تعبیر دیگر رفتار شخصی خودسرانه و بریده از قانون بر جوامع حاکم بود. اما با طرح نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، انسان وارد مرحله تازه از زندگی اجتماعی گردید که به آن وضع مدنی یا جامعه مدنی گفته می شود. این وضعیت نه تنها در درون کشورها، بلکه در تعامل
با سایر جوامع نیز دارای اهمیت فوق‌العاده است و ادیان الهی از جمله اسلام برای آن ارزش زیاد قائل است، چرا که تعهدات اجتماعی موجب می شود که جوامع بشری وضعیت نرمال پیدا کرده نظم، امنیت و ثبات بر جامعه حاکم گردد. اما یهودیان اگرچند که در مراودات درونی خود قائل به نظم و ثبات مبتنی بر تعهدات هستند، اما در برابر سایر ملت‌ها از بی‌وفاترین و پیمان شکن‌ترین اقوام تاریخ است. تا اینجا روشن گردید که یهودی‌ها سه خصلت بارز ضد انسانی و برخلاف باورهای دینی خود دارند: اینکه معتقد به خداوندگار عالم نبوده و نیستند، از دستورات الهی و پیامبران آسمانی از جمله پیامبران برگزیده بنی اسرائیل تبعیت نکردند، و اینکه به هیچ تعهد و پیمانی که مخالف منافع و یا در تضاد به تبار و نژادشان باشند وفادار نبوده و نیستند، از جمله اینکه از آنان پیمان گرفته شد که به پیامبر اسلام ایمان بیاورند، اما نه تنها ایمان نیاوردند بلکه دشمنی های زیاد را با اسلام و مسلمانان رقم زدند. خداوند آیین را برای شما تشریح کرد که به نوح توصیه کرده بود، و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید. خداوند هر کس را بخواهد برمی گزیند و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند. در این آیه خداوند به صراحت می فرماید که شریعت اسلام ادامه همان شریعت است که بر حضرات نوح، ابراهیم و موسی و عیسی وحی کرده بود. در ادامه تأکید می کند که دین را برپا دارید و از تفرقه در آن بپرهیزید. اما یهود از همان آغاز ظهور این دین سنگ بنا را بر مخالفت و دشمنی با اسلام و مسلمانان گذاشت و دین حنیف ابراهیمی را متفرق و پارچه پارچه ساخت.